وضعیت خطرناک اقتصادی حکومت تاجیکستان را وادار کرده نتوانست تا اینکه لایحه‌های خود آید ساختمان عمارت‌های محتشم تصحیح کند. در مرکز شهر دوشنبه باز عمارت‌های کارشایم را به خرابه تبدیل می‌دهند. به جای آنها باشد در شرایط کمیابی شدید عمارت‌های گرانبهای دولتی ساخته می‌شود. خبر می‌دهد آژانسی اطلاعاتی آسیا پلاس. ساختمان عمارت‌های دولتی به وضعیت بحران اقتصادی نگاه نکرده ادامه دارد. برداشتن یک چند چنین بناها از امسال شروع کرده به کار درآورده شده است. خصوصا سخن درباره مجمعه نوی مجلسگاه می رود که در مرکز شهر جایگیر خواهد شد. برای ساختمان مجلسگاه نو علاقه میدان جدا کرده شده است و بنای رئیسی پایتخت، وزارت خارجه، سفارتخانه ایران، این چنین یک چند منزل های زیستی کوچانیده می شوند. ارزش و منبع مبلغ گذرانی این ساختمان تا حال رسما اعلان نشده است. یک ماه پیش ساختمان 16 آشیانه نوی بنای دادگاه عالی شروع گردید. ارزش تخمینی بنای زیرین تقریبا 75 میلیون سومانی را تشکیل می دهد. مبلغ گذاری آن از بودجه دولت مقرر شده است. ساختمان بنای نوی دانشگاه طبی نیز شروع گردید. با قریبی تعمیر کنی کل کاخی وحدت نیز شروع گردید که از بودجه دولت برای این معرکه 30 میلیون سومانی جدا می شود. با قریبی یک ساختمان بنای دولتی نیز به نقشه گرفته شده است. در یک وقت ساختمان یک قطار بناهای دولتی که سال گذشته شروع گردیده بود ادامه یافته ایستاده است. خصوصا ساختمان بنای خدمات علاقه که ارزش آن زیاد از 100 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا را تشکیل می دهد ادامه دارد. طبق آمار رسمی طول 10 سال اخیر در تاجیکستان 240 بناهای معموری و مدنیتی و دلخوشی ساخته شده برای استفاده بردن سپاریده شده است. برای ساختمان چنین عمارت ها در مجموع زیاد از 2 میلیارد سومانی صرف شده است. اساساً خراجات هایی که برای ساختمان بناهای نو جدا کرده شده است از بودجه دولت صرف می شود. هر یک وجب We'll be right back.